سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همینجا اینجا کوکتل تی و همچنین امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید حال خوبی داشته باشید میخوایم با هم بریم یک رب هواشی داشته باشیم هواشی که این چند روزه اتفاق افتاده بعد از مکالمه که از اشکان فدایی با دنی منتشر شد که منیجر داریوش بود یک از زمانی اما قبل از هر چیزی قبل از اینکه به ویدیو بپردازیم یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم خب همونطور که گفتم بعد از تماسی که از فدایی منتشر شد و حرفایی که فدایی تو اون تماس زده بود یه سری حواشی اتفاق افتاد اگه این تماس رو ندیدید یک لایو گذاشتیم و با همونو کامل گوش دادیم که میتونید برید اونو نگاه کنید اما تو این مکالمه یک سری صحبت ها کرده بود اشکن فدایی از قبیل که خلصه معروف هست اما محبوب نیست و داشت سری نصیحت ها رو میکرد و همچنین میگفت اگه من کنسرت بذارم از سوئد پیاده پا میشن میان که خب خیلی واکنش ها رو داشت از سپر خلسه بهزاد لیتو تا خیلی چیزهای دیگه و یه سری بحث کش اومد و یه سری استوری و وایس و این چیزا رد و شد که می‌خوایم اینا رو با هم ببینیم بهزاد لیتو یه وایس گذاشته بود که گفته بودش که سپر محبوب خیلی هم محبوبه و یه جوری تیکن انداخته بود به این داستان خود سپر خلسه فردا این روز اومد یک استوری اول گذاشت به این شکل همونطور که می‌بینید نوشته کش زیاد این حاتمی سوختی ناحیه واسنی در وصف گار سون بعدش هم سه تا ویدیو گذاشت تو ماشین جدیدی که خریده که خب یه سری به هر حال مخاطبا می سری حرفا میزدن میخوای ماشینتو نشون بدی و از این حرفا اما در کل تو این ماشین نشست چرا چون به هر حال فدایی داشت اون تماسه میگفتش که پول نداره سفر مجبوره بیاد دلقک بازی در بیاره توی یوتیوب و سفر هم با این ویدیوها جوابش رو داد که به ترتیب با هم میبینیم واقعا تاسمانی چی میگن اینا داشت یه ذره سرتو تو بکشی از وضع ما بیرون به وضع خود برسی به خدا از گرسون الان آشپس شده بودی بشتبون <تصفح> نمیری سوتون دیستمون کنی بشتبون بسته هست <تصفح> بد به مولا بد و سکولی زد این آینده اون بچه داریوش هم گایید هرکی هر کی میاد تو دم و دستگاه شما نمیدونم چون بدبخ میشه چه داستانیه <تصفح> راشیه کوروش ونتونز هم واکنش نشون داده بود به این صحبت های فدایی که تو همون لایو راجبش صحبت کرده بودیم اگه ندیدید من اینجا یه ای بار میگم که کوروش وانتونز گفته بود پول خونه آنتالیا سپر خلسه چهار نسل تو رو جواب میده و به حال این درگیری رو یعنی پیش پرداخت و پشت سپر خلسه رو گرفت یه استوری هم داشتیم ما از سیجل که به این شکل نوشت ایران تنها کشوریه که توش کامنت خوب مساوی موزیک تخمی هشتگ فکت مهدیار هم واکنش نشون داد به سوری های سپر خلصه همونطور که میبینید با یه ای توییت اینجوری نوشت جان اسکوله هایی که فکر میکنن فدایی ده سال تو رستوران کار میکنه و گارسون رو فش میدن در جواب هم امین که منیجر سهراب امجای باشه نوشت املتی اوکی گارسون حقوق بشر رو نقض میکنه جمع کنید بابا یه مش اغدهی ای. اینجا جا داره من یه توضیح بدم نمیدونم توی کلکل کل کل چرا بعضی اینقدر فلسفی میشن ببین آقا طرف مثلا ادعا میکنه که من امو هم یکی برای اینکه اذیتش کنه نخت کنه میگه نه تو امه ای یا برعکس و میان اینجوری به هم تیکه میندازن طرف ادعا داره امه سی میاد بهش میگه نه اموی اون اموه یا اون امه ای که فوش نیست داره میگه آقا این چیزی که تو میگی نیستی نقزش میکنه و با توجه به حرف خودش نقد میکنه یا یه سری میدونی کلی کله دیگه اینجوری نیست که مثلا بگی چون مثلا از لفظ گارسون استفاده کرده طرف پس چیه داره به گارسون ها بی احترامی میکنه نه همچین چیزی به نظر من که نیست به هر حال کلکل کل تو کلکل کل پیش میاد و به هم آدم اینجوری گفته میشه اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم که خب هیچ کلکلی دیگه واقعی باقی نمیمونه و فوش مادر و این حرف ها هم که به هم ندادن اما این بحث همین ها داشت به هر پایان می گرفت و و شد که سام ویلسون اومد یک سری وایس خیلی باحال گذاشت توی تلگرامش بعضی از حرفای سام ویلسون واقعا خیلی داره به یه روش باحال اینو حالا که نریم به اون کلکلش اما یه کانتنت خنده‌داری هم معمولاً توش داره که باحاله من خودم خیلی با این وایس خندیدم اومد راجع به این صحبت میکرد که آقا پدر رپ فارسی کیه گفت پدر رپ فارسی هیچکسه اما طلاقش داد و منو گرفت و یه سری توضیحات داد که میریم با هم میبینیم اینایی که میگن پدر رپ فارس کیه یه سری ها میگن هیچ کسه، یه سری ها میگن سامانه بذار من دقیقا برای تو این داستان روشن کنم پدر رپ فارس هیچکسه. ولی وقتی که من اومدم تو بازی مادر رپ فارس هیچ کس رو طلاق داد با من ازدواج کرد ما داریم بزرگش میکنیم این بچه ای که اسمش رپ فارسه کلا داستان اینه زیاد دیگه با همدیگه درگیر نشین من دقیقشو بهتون گفتم هیچ کس رو طلاق داد زن من شد بچه‌مون هم الان رپ فارسه من از اون تک که داشتم می اومدم مادر رپ فارسی ها منو دید بغل هیچ کس اینجوری کرد نگاه استیل گنگو نگاه ابهت مردو <تصفح> بچه آلبوم ملتفه سال 2029 میاد بیرون من از یه منبع خبری موثق شنیدم البته میگن 2029 معمولا اینا تاخیر دارن احتمالا 2036 میاد بیرون ولی به هر حال همین که داره میاد یه قوت قلبیه همشون توش هستن سه چهار تا آرتیست جدیدن دارن اضافه میشن آسی مخدوش و بغرنج این سه تا هم استعدادهای جدیدیه که اینا کشف کردن که اضافه میشن بهشون و با هم دیگه ان یه آلبوم خفنی بدن خیلی منتظریم زودتر بدین ان همون 2029 نه 2021 2031 بدین دیگه ما تا 2049 وای هستیم همون آدمی که این اطلاعات رو به من داده اسم آهنگ 4 فاش کرده که فدایی بغرنج با پیشرو اسم آهنگ هم هست دایره تیز امضا فقط رو سوتیان همه جای دیگه قبول نیست آره بابا بابات خیلی خارکسته تر این حرفاست ترک لیست هم بده ببینیم که منوی کدوم رستورانه چه دیس هایی میخوای بدی غیر دیس چون چیز دیگه ای برد نیستی نه بلدی سرف کنی نه بلدی بخونی دیس 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 کیا هستن تو کیا قراره بیفتن زیر بلدوزار میمه ملتفت ولی که این دیس هایی که میاری سر میز میذاری بعد آخرش باید جمع کنی اینا رو بشوری بذاری سر جاشا همینجونیست که فقط دیس بیاری دیس رو باید برداری ببری بعد صحبت خفت تو که تو یکی نکن بابا مسیح علی نجاد مغز تو رو خفت کرده خودت در جریان نیستی هنوز همه حرفای اونو داری با قافیه میخونی چیز دیگه ای نداری غیره که بخوان خفتت کنن جیبات صدا سکه میده خفتت کنن چی بشه این بنده خدا فقط از یه سری چیزا بدش میاد تا هیچی خوشش نیومده اونور قضیه رو اصلا نمیدونه چیه خوش اومدن از یه چیزی رو. فقط از یه سری مسائل و یه سری اشخاص متنفره ولی چیزی نیست که دوست داشته باشه نمیدونیم چه بلایی دارم سرت میارم دارم یه بلایی سرت میارم که هیچ وقت از خوشحالی نتونی بخونی فقط از ناراحتی چون اگه الان یه دقیقه بیا یه آهنگ بخونی که راجع به اینه که مثلا من با فلان چیز حال میکنم و اینا میگن چون سامان گفت رفتی این کارو کردی پس بینال تو جهنم بینال تو جهنم تا تموم شه من عینک رو کنسرت ها به خاطر این میزنم که من کلش رو دارم عشق میریزم اصلا نمیتونم بردارم و اینکه باورم نمیشه یه چیزی که 20 سال پیش شروع شد چرت و پرت و مزخرف امروز به اینجا رسیده برای همین عینکموش هم صاف برم نمیدونم کسایی که میام تو چرا روی عینک عینکم میزنی دلیلش واقعا اینه خب قبل از اینکه ادامه هواشی رو با هم ببینیم من این نکته رو بگم یه توضیح بدم اونم اینکه هواشی کنسرت زد بازی رو توی ویدیو هواشی کنسرت زد بازی و گزارش کنسرت زد بازی با هم بررسی کردیم که به زودی پخش میشه داستانی هم که خیلی باعث شد داغ بشه و هر حال دوباره درگیره بین فدایی و زد بازی همون کنسرت بود که حالا اون تو کامل با هم بررسی کردیم که به زودی پخش میشه اما بعد از ویسای های ویلسون فدایی یک سری توییت زد به ترتیب که ما هم میخونیم اول نوشت هم بیتابی نکن آلبومم میاد بچه خوبی باشی امضا هم بهت میدم موسی به ایزمال کاری نکن که دوباره به خاطر تروما نمیدونم اینو من نفهمیدم موضوعش چیه به هر حال اگه تلفظ میکنم ببخشید به خاطر تروما مجبور شی 20 سال بری کلاس کاراته راستی به خانم گفتی که طرف فقط یه پسر 15 ساله بوده یا خالی بسی گفتی چهل تا مرده چهل ساله خفتم کردم حالا نمیدونم این داستان چی اما یادم توی یکی از مصاحبهاش سهراب امجی رابطه در رابطه با این صحبت کرده بود که توی لندن توی یک محله‌ای به هر حال یه درگیری پیش اومده بود و چند نفر خفتش کرده بودن شاید راجب اون داره صحبت میکنه نمیدونم اما دوباره فدایی اومد نمیشه امه که اینجاست امو تو کجایی؟ ترومات بریش نه ترس با با کارید نداریم فقط مرور خاطرات بود حالا چرا راجب امو داره صحبت میکنه و راجب سهراب امجایی داره صحبت میکنه چون سهراب امجایی هم داخل تلگرامش یک سری چیز نوشت که با هم میبینیم همونطور که میبینید سهراب امجه اینجوری نوشت آخه بچه کونی تو رو چه به سرنگونی و چند ساعت بعدم اومد نوشت تو تنها چیزی که میتونی سرنگون کنی بشقابه و خب ویسای ویلسون رو که کامل گوش دادیم دوباره اینجا چند تا تیکه به همون وایسا داش مینداخت به هر حال اشکون فدایی توی توییتر به این ترتیب که نوشت اما باور کن هیچ حرفات تخمش نیست همه مثل من فقط برای اینکه به اسکولیت بخندن گوش میدن یه ذره و کله پوکو به کار بنداز قبل از اینکه دهنتو باز کنی هی مجبور نشی پاک کنی وسط کوسچرات هم مایات بخور نمیری خب توییت های فدایی رو دیدیم تو همین ها و همین هولوهوش بود که ساموئلسون اومد یه استوری گذاشت نوشت لازمه جنگ داشتن پول و زور و قدرته نه اینکه مواد بزنی مشکی بپوشی اونجوری گنگ نمیشی عملی میشی یه سری استوری هم از کنسرت گذاشت سامان ویلسون و همچنین در آخر هم یه استوری گذاشت نمیش کف تهرون که تو اون استوری داشت آهنگ بیزنس ورس سهراب ام جی منتشر میشد از اون هواشی که بگذریم یه سری داستانم کنیستش یه سری استوریا زده بود مثل اینکه زیر پست آخرش یا یکی از پستاش چند تا از هواداره پایدار کامنت زده بودن اونو نمک نشناس خطاب کرده بودن و گفتن یه زمان با ارفان خوندی و این داستان ها که اومد خوش اسکرین گذاشت که جوابی بود که خودش توی کامنت داده بود توی کامنت نوشته بود کنیس به تخمش نیست ربطی به نمک نداره اول مهراد آخرش هم مهراد هیچ کدومشون نبودن حال داد مهراد خای مالی کسی هم نکن که نمیدونه که وجود داری احترام خودتو داشته باش حداقل تخمم که نیست من و تو همین استوری هم همونطور که میبینید بالاش نوشته بود حالا جلومون باشن لیست میزنن ها فکر کنم منظورش خب به همون کسایی بود که کامنت میذاشتن بعد از اونم یه استوری دیگه گذاشت توش نوشت ولی دو طرف قضیه رو بدونین بعد حرف بزنین خودشون میدونن حالا اگه خایمالشونین کامنت بذارین باز ولی لیبل خایمال روتون میمونه در آخرم تو استوری آخرش نوشت میدونی چی بده اینکه که صد تا از ورسشون به بیتم نمیرسه این بد نیست این زشته و خب به هر حال بعد از اینکه داستان پیش اومد بین هیدن و ارفان کنیس هم رفت توی جبهه به هر حال مهرادینا و همچنین بیت عروس هم زده بودن با مهراد و اینها و توی اونم دست داشت و پرودوس اون داستان هم باهاش بود و کنیس خب رابطه خوبی الان با پایدار نداره البته که سابقه فیت با ارفان داره اولین آهنگ ارفان بعد از بازگشتش به رپ فارسی خب با کنیس بود که اسمش خوش اومدی بود اگه اشتباه نکنم این بود از این هواشی و هواشی کنسرت رو که گفتم بهتون هست مصاحبه عرفانم که هست به زودی میاد مصاحبه ارفان فردا پخش میشه ساعت 9 شب که اون تو هم یه سری داستان و صحبت رو انجام داده و بعد از اونم هواشی چیزی پیش بیاد حتما ویدیوشو میگیریم میذاریم این تا اینجا بریم ببینیم که حالا ادامه داستان چجوری میشه امیدوارم که لذت برده باشید صحبتی انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنتها بنویسید و همچنین بنویسید که طرفدار زدبازی بازی هستید پایدار هستید یا ملتفت توی کامنت همه اینا رو بنویسید ببینم ببینیم اصلا چه ترازو تو طرفدارایی که از بقیه خواننده ها توی این پیج هستن دمتون جرم تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بم باشه سیوسون